سلام و عرض ادب. امیدوارم حالتون خوب باشه، رو به راه باشید و مثل همیشه لبتون خندون باشه و حال دلتون خوب باشه. بچه ها، توی آخرین ویدیو از درس 3 اقتصاد ما میخوایم بریم سراغ ادامه بحث مرز امکانات تولید. خب ما فهمیدیم الگو چیه، فهمیدیم الگوی اقتصادی یعنی چی، فهمیدیم مرز امکانات تولید چیه و چه کاربردهایی داره و چه کمکی به ما میکنه در امر تولید و اقتصاد. حالا میخوایم از یک زاویه دیگه به مرز امکانات تولید نگاه کنیم. میخوایم از یک زاویه دیگه ببینیم مرز امکانات تولید به ما چی میگه، چه حرفی برای گفتن داره و چه کمکی به ما میکنه. درست شد؟ بچه ها نگاه کنید، توی درس 3 وقتی راجع به هزینه فرصت صحبت کردیم، گفتیم هیچ وقت کالای رایگانی وجود نداره. یعنی حتی اگر توی برای یک کاری هیچ هزینه‌ای نکنی و برای تو رایگان باشه، اما هزینه فرصت داره. یکی از مفاهیمی که منحنی مرز امکانات تولید خیلی میتونه به ما کمک کنه بحث هزینه فرصته. تو هزینه فرصت، تو محاسبه هزینه فرصت، تو انتخاب هزینه فرصت، مرز امکانات تولید به شدت میتونه به ما کمک کننده باشه. حالا اینجا نگاه کنید، میگه هرگز کالای رایگانی وجود نداره. اصطلاحاً ما میگیم هزینه فرصت اجتماع. در اجتماع همیشه هزینه فرصت وجود داره. حتی کالاهایی که برای افراد رایگان است، معمولاً برای تولیدشان زمان صرف میشود. تو نمیتونی بگی یک کالا رایگان بوده. حتی اون چیزی که از طبیعت هم برداشتش میکنی و رایگان به دستش میاری، کسبش میکنی برای خودت میشه، باز دوباره تو برای اون وقت گذاشتی. درسته هزینه نکردی، اما وقت گذاشتی. پس اولین هزینه برای هر کاری، برای هر کالا یا خدماتی، زمانه، صرف زمانه. حالا که زمان صرف شده، پس هزینه فرصتی هم داره. تو میتونستی به جایی که بری اون کارو بکنی یه کار دیگه بکنی، پس چون گزینه دیگه ای داشتی، هزینه فرصت هم داری. انتخاب یک کالا برای تولید، هزینه تولید نکردن کالاهای دیگه است. خیلی جمله باحالی ها. اصلا تعریف هزینه فرصته. تعریف هزینه فرصت رو ما به صورت علمی اینجا داریم. میگه تو اینکه یک کالا رو انتخاب میکنی تا تولید کنی، یعنی انتخاب کردی کالای دیگر رو تولید نکنی. یعنی تولید نکردن کالای دیگر رو هزینه کردی برای تولید اون کالا. مثال بزنم. آقا من الان اینجا رو نگاه کنید، همون منحنی که توی ویدیو قبل دیدیم، همون منحنی که یه خورده عقبتر راجبش صحبت کردیم، اگر توی این منحنی من انتخاب میکنم که 1000 تا بسته پنیر تولید کنم، انتخاب من این بوده، درسته؟ پس تولید نکردن ماست و هزینه کردم. من میتونستم پنیر کمتری تولید کنم، ماستم تولید کنم، اما انتخاب کردم 1000 تا پنیر تولید کنم و هیچی ماست. پس تولید نکردن ماست رو هزینه تولید کردن پنیر کردم. الان اینجا داره همینو میگه. میگه آقا هزینه فرصت چیه؟ انتخاب یک کالا، انتخاب ماست برای تولید، هزینه تولید نکردن کالاهای دیگر رو دارد. هزینه تولید نکردن پنیر رو داره، ماست رو داره. من انتخاب کردم پنیر رو تولید کنم، پس هزینهش میشه تولید نکردن ماست. این میشه هزینه فرصت. اینم هایلایت کنید، دورش رو خط بکشید، نکته بسیار بسیار مهمیه. حالا نگاه کن، اینجا رو داشته باش. میگه که یک مفهومی در اقتصاد هست به نام کارایی. میگن آقا جون فلان دستگاه کاراییشو از دست داده، فلان کارمند کارایی نداره توی سیستم ما، توی سازمان ما. این که کارایی نداره، کاراییشو از دست داده، به بهترین شکل کارایی داره، کاراست، کار آمده. همه این مفاهیم معنیش چیه بچه ها؟ همه این مفاهیم یعنی یافتن موقعیت‌هایی برای پیشرفت. یعنی یافتن موقعیت‌هایی
برای بهتر شدن. اگر میگیم این LCD دیگه کاراییشو از دست داده، یعنی دیگه نمیتونه پیشرفت بکنه، دیگه نمیتونه به ما کمک کنه، دیگه نمیتونه بهتر بشه. پس تعریف کارایی چیه؟ کارایی یعنی یافتن موقعیتی برای پیشرفت. برای پیشرفت. اگر یک شرکت یا کشور، فرقی نمیکنه، هر فرصتی را برای استفاده بهتر از منابع به کار گیرد بدون آنکه وضع دیگران بدتر شود، اقتصاد آن شرکت یا کشور کاراست. حرفش چیه؟ میگه آقا جون اگر تو منبعی داری که بلا استفاده یه گوشه ای افتاده، اگر از اون استفاده کنی یعنی تو تولیدت رو کارا کردی. شرطش چیه؟ شرطش اینه که منبع رو از یه شرکت دیگه نگیری که منابع اون کم بشه، منابع تو زیاد بشه. در صورتی تولید تو میتونه تولید کارایی باشه که تولید تو زیاد بشه، از منابع بیشتری تو استفاده بکنی، اما تولید دیگران کم نشه، وضع دیگران بدتر نشه، بدون آن که وضع دیگران بدتر شود. پس اقتصاد اون شرکت یا کشور میشه کارا. خب این یعنی چی؟ ربطش به منحنی مرز امکانات تولید چیه؟ خب دقیقا داره چی میگه؟ میگه درون مرز امکانات تولید تولید نکن، تولید تو بیار روی منحنی مرز امکانات تولید. درست شد؟ شرکت ها کشور از منابع خود بیشترین استفاده رو برده، دیگه منابع ناکارآمد نداره، منابع اضافی گوشه افتاده نداره. نتیجه میتوان بیش از یک کالا در دسترس مردم قرار داد بدون آنکه کالا یا خدمات دیگر کاهش پیدا کنند. وقتی تو یه سری منابع داری یه گوشه افتاده، وردار بیار ازش استفاده کن، نه اینکه بری منبع یه تولید کننده دیگر رو بگیری ورداری بیاری تولید اونو کم کنی تولید خودتو زیاد کنی، نه اینکه از مردم یه کالایی رو بگیری یه کالای دیگه بهشون بدی، اون کالا رو بهشون بده بذار باشه سر جاش، یه کالای دیگه وردار بیار بهشون بده از اون منابع غیر لازم که اونجا افتاده و استفاده نکردی ازش. الان اینجا رو نگاه کن، این منحنی رو نگاه کن، منحنی صفحه 28 رو نگاه کنی. یا بازون تو نقطه الف تو چند تا تیشرت تولید کردی؟ تو نقطه الف، حالا کیفیت این تصویر زیاد مناسب نیست، میگه تو نقطه الف تو مثلا 1000 تا تیشرت تولید کردی. تو نقطه الف چقدر اینترنت وصل کردی برای مردم؟ فکر کن مثلا ما یه عده نیروی کار داریم، این نیروی کارا رو بین تولیدی های تیشرت و مخابرات تقسیم کردیم. میگه آقا اینقدر برن تیشرت تولید کنن، اینقدر برن تو شرکت مخابرات اینترنت مردم رو وصل کنن. میگه تو نقطه الف 1000 تا تیشرت تولید کردی، تو نقطه الف 600 تا اینترنت رو وصل کردی. در صورتی که میتونستی چیکار کنی؟ یعنی یه سری منبع تو اضافه آوردی، چون نقطه الف درون مرز امکانات تولیده. اگر تو منابع تو درست تقسیم کنی، از همه منابع استفاده کنی، بری تو نقطه ب، در نقطه ب تو 1800 تا تیشرت تولید میکنی و دوباره همون 600 تا، عرضم حضورتون که 600-500 تا اینترنت هم متصل میکنی. اگر بری تو نقطه جیم میتونی 1400 تا تیشرت تولید بکنی و مقدار بیشتری اینترنت رو متصل بکنی. تو نقطه دال همینطور 1000 تا تیشرت تولید کنی و مقدار بیشتری 1000 تا هم اینترنت رو متصل بکنی. اگر از همه منابع به صورت کارآمد و کارا استفاده بکنی، نه تنها از تیشرت کم نکردی، بلکه به اتصال اینترنت هم اضافه کردی. نه تنها از تولید یک کالا کم نکردی، به تولید یک کالا یا خدمات دیگه هم اضافه کردی، به شرط این که از همه منابعت به نحو احسن استفاده بکنی. دیگه چی داری نکته برای مختاری؟ بگو ببینم. نکات آخر درس، هر نقطه در زیر مرز امکانات تولید، یعنی درون مرز امکانات تولید،
نشاندهنده این است که اقتصاد از بیشترین منابعش استفاده نکرده است و ناکاراست. و چیه؟ ناکاراست، ناکارآمده. نقاط خارج از مرز امکانات تولید، نقاط خارج از مرز امکانات تولید یعنی بیرون مرز امکانات تولید، نقاطی هستند که کشور فقط میتواند آرزوی رسیدن به آنها را داشته باشد. چرا؟ چون منابع دسترسی به اونها را نداره. البته با فرض ثابت ماندن منابع، اگر منابع بیشتر بشه طبیعتاً به اون نقاط هم میتونیم دسترسی پیدا کنیم، چرا که منابع رسیدن به آنها در اختیار ندارد. تمام، کل درس 4 همین بود. خدا قوت بهتون حسابی، چون میدونم چقدر دارید زحمت میکشید، میدونم چقدر دارید کار میکنید. ان شاءالله که بهترین نتایجو بگیرید. یا علی مدد.